مقصر اصلی در قسمت سقوط سرتاگاه حکومت هست یا ولسوال هست یا مردم؟ و مردم هم گفته بودم حکومت نمیتوند به تمام خواستهای مردم جواب بده. ما میتوانیم غفلت یا تساهل حکومت های محلی یا مرکزی را داخل بدانیم که کم توجهی شدند. ما قبول استاد طرز عمل خاص خود را گفتیم داره، او فقط سر چوکی شده باشه کارهای ملکی را پیشم بره. چرا همی اوان برگشت داده شده دلیش چی بودن؟ همی اوان که برگشت داده شده خوب ما دقیقا معلومات نداریم. جناب ولسوال صاحب بسیار زیاد تشکر از اینکه برای شنونده ها و بیننده های رادیو نسیم فرصت گذاشتن. در نخست اگر یک معلومات کلی از وضعیت فعلی ولسوالی پاتو برای شنونده ها و بیننده های ما داشته باشند. تشکر از شما جناب آقای جوادی. بله، ولسوالی پاتو یک ولسوالی نو تاسیس در سال 97 23 سرطان 97 تاسیس شدند. متاسفانه از اون زمانی که تأسیس شده تمامی تهاجمات، تعرضات طالبان همواره ادامه داشته، مخصوصا در شرایطی که هوا گرم بودن. این تازگی نداره که امسال بعضی نقاط متاسفانه در اثر کامکاسی هایی که وجود داشته در تصرف طالبان دار آمده. از سال 97 که تعرض اونا سالی که نور سالی فعال شد 6 ماه ادامه داشت. مردم شهامت کردن، از نیروهای امنیتی حمایت کردن، بخش پلیس و بخش خیریش مردمی در ساحه مرکز ولسوالی. بعد از 6 ماه اونا شکست خودن، ناکام شدن و مهاجر شدن طالبا از این ساحه منطقه پاکسازی شد، منطقه پاتو و تمدان. بعد اونا مهاجر شدن در بربنه همون سال 97. خوب به همکاری دولت دایکندی، ولایت دایکندی، قماندان امنیه و قماندان قطعه خاص و نیروی هوایی کنجا حضور داشتند. بربنه رفتیم و بربنه هم پاکسازی شدن. وقت متاسفانه یک تعداد مستبدان بربنه که اونا طالب پلو بودن آمدن نزد قماندان امنیه و قماندان اردو، گفتن ما را 20 روز 10 روز وقت بدن، ما خط میدیم ضمانت میکنیم که طالبای فرار کرده میاد به ولایت دایکندی به ولسوالی پاتو تسلیم میشه، منطقه امنیت میشه، کدام مشکلی وجود نداره. گرچه ما اصرار کردیم همون زمان هم که اینا یک طرح و توطئه هست اینا برای که همین نیروها را از منطقه خارج کنم، اینا را نباید دیگر به جای قبول شد. متاسفانه آقای غفوری قمندان امنیت بود و گفت ما را قبول نکردن، نیروها را خارج کردن و صاحب به جای تامین امنیت بکنه خارج کردن. بعد از 10 روز متاسفانه طالبا دوباره منطقه را اشغال کرد. تا به امروز در اشغال طالبا است. این مسائل های ناامنی است در اون ساعت این چیزی تازگی دادر است بوده و هم ادامه دارم. بله، در قسمت وضعیت فعلی بگوید در کدام ساعت جنگ و درگیری جریان دارن و چرا یک تدابیر درستتر سوی اداره ولسوالی با اینکه جنگ درگیری‌ها در تمازان آغاز شد و خیلی گسترش پیدا کرد، کدام تدبیر سوی اداره ولسوالی هم گرفته شده بودن؟ آیا صدای مردم شما هم با مقامات رسانده بودین؟ بله، خوشبختانه چه جوالب فعلی و قبل از جناب آقای همدرد زیا و همینطور جناب آقای اعلی رحمتی در هر شرایطی از زمانی که تأسیس شده ولسوالی گفتم دوامدار این تعرض از طرف طالبا ادامه داشتن و پاتو از جمله سه ولسوالی است که از نواز امنیتی مشکلات فوق العاده داره و در اصل ولسوالی نامن پاتو قرار داره و پاتو از لحاظ موقعیت جغرافیایی مرز ولسوالی پاتو با مرکز دایکندی 10 کیلومتر فاصله داره. ما همیشه گفتم دروازه اولی ولایت دایکندی پاتو است، از لحاظ امنیتی باید محافظت شود و توجه بیشتر شود. ما بارها و همیشه جلسات امنیتی داشتیم در پاتو، جلسات خود فیصله خود صادر کردیم با مقامات رهبری ولایت دایکندی و که باید تدابیر توجه شد با این تدابیر پیشنهادهایی که ما داشتیم. متاسفانه دیگر مقامات رهبری ولایت دایکندی توجهی که لازم بوده باید صورت بگیره صورت نگرفته و
و در همین سالی که گذشت در پس در اواخر زمستان همین تعرض طالبان سر مناطق بیری به نام اسپرمی و ورش شروع شد که در اون نقطه تعداد 9 نفر ملکی شهید شدند، یک تعدادی از بچه های خیزش و بچه های مفرزه شهید و زخمی شدند. از امو زمان قبل از اینکه گیزاب سقوط کنه ما طرحهای خود را دادیم به برای دایکندی، گفتم رای حل اساسی مشکل امنیتی پاتوی است که یک توله اردو در اون ساحه انتقال پیدا کنه در ساحه مرکز ولسوالی و ساحات بیری و لورشه که مناطق دوردست تأمین امنیت بکنه. متاسفانه 80% ساحات ولسوالی پاتو از مرکز ولسوالی به اون طرف مناطق سردگا، بیری، سور، تگابدار، لورشو اصلا نیروی امنیتی به نام پلیس و اردو وجود نداره، صرف مردم است و خیزش مردم، خیزش مردم هم جز مردم است، صلاحیشان شخصی است، امکانشان ضعیف است. اینا امارات دفاع کرده و برای دفاع آمادگی دارم. پیشنهاد شده که یک توله اردو یا حداقل پلیس در اون ساحات برگشت گذار کنه، منطقه را امنیت گیری کنه. متاسفانه در این راستا توجه از طریق مقامات حکومتی، حکومت محلی دایکنده از طریق مقامات توجه صورت نگرفتن. ما فیصله های ما کافی های وجود دارد، چندین فیصله ها شده در این راستا، همه که توجه نکرده مربوط اونه. بسیار خوب، در قضیه اخیر که چند روز مثلا حدود 11 رو شد، چگونه طالبا داخلی قریجات تمازان شد؟ آیا معلومات قبلی بود، اطلاعات قبلی؟ بله، خب ما قبلا همه که مردم هم آمد شکایت کردن در ولایت دایکنده، متنفذین خور آمدن سر و صدا کردن که همه رای پاتو برای یک مدت مسدود شدن. اونا هم شکایت کردن که باید راه باشه. ما قبلا هم فیصله کرده بودیم که یک پسته امنیتی در بین کمربند ولسوالی پاتو و بند زیارت یک پسته ایجاد شد تا تامین امنیت مسافرین و عابرین میشه و علاوه از نفوذ طالبان دو ساحه جلوگیری میشه. و طالبان علنا وقتی این کار تحقق پیدا نکرد و از طریق ولایت از بخش های مربوطه بخش امنیتی این صورت نگرفت، پسته ایجاد نگردید. بعدا طالبان همواره در منطقه قدوری شب گشت و گذار داشتن، منطقه را خود نفوذ کردن، عامل نفوذ طالبان در منطقه پاتو در اون ساعت در خود تمازان زیاد بوده. حتی مهاجر طالبان در اون ساعت وجود داشتن که اینا رهبری میکردن، طالبان را راهنمایی میکردن، عامل نفوذ و استخبارات طالبان در ساعت پاتو و تمازان وجود داشته و هم فعلا هم وجود در اثر همکاری همین عامل نفوذ و استخباراتی طالبان که به ولایت پیشنهاد شده بود یک پاسته ایجاد شد، متاسفانه پاسته ایجاد نشد. اونا همینطور هم از شبانگاه بدون درگیری، بدون کدام مقاومت از طریق نیروهای امنیتی، شاید نیروهای امنیتی اطلاعش پیدا نکرده باشه، اونا بودن منطقه را اشغال کردن و با استفاده از عوامل داخلی خود. شما من حیث ولسوالی مردم فکر میکنید که چه قسمی طالبان توانست در جریان یک شب بیاین حدود به گفته مسئولین اداره محلی 600 خانواده را 600 خانه را بگیرن؟ آیا میبرتان هم پرسش برانگیز نیست؟ خواهد ما که اگر یک مقدار تحلیل بیشتر کنیم، متاسفانه این مناطق پاتو و تمازان ما قبلا هم ارائه کردم گپای خود را شفاهی و کتبی که مناطق با طالب وابستگی داشت، قماندانایش از این منطقه مهاجر بود به نام ملا نعمت الله و به نام ملا سنگول و ملا نعیم و امثاله، اینا در داخل نفوذ فوق‌العاده داشتن و با استفاده از نفوذ خود، با استفاده از قول همکاری که مردم به اونا داشتن، قول داده بودن ما با تو همکاریم. کس اگر یعنی یک جامعه و مردم با طالب همکار نباشه، جای فراهم نکنه، جاسازی نکنه، آبونان نزیه، همکاری نکنه، اصلا طالب در منطقه تردد نمیکنه. یک واقعیت که اونا با استفاده از امو مردمی که داشتن، بله البته استخبارات کشفیات حکومتی یا این در جریان مقام ولایت قرار دادن یا ندادن، شاید قرار داده باشه، همه ای که پیشگیری نکردن اونا کار خود اونا، یک ولسوال نمیتونه که
مسائل امنیتی را در مجموع بدوش بگیرد، وظیفه یک ولسوال او طرز عمل خاص خود دارم. ولی هر والی که آمده از سر ما تکیه کرده که آقای اعتمادی شما از نفوذی که دارید استفاده کنید، مردم را بسیش کنید، در دفاع از دولت پشتوانه مردم باشه. ما وظیفه خود را با اینکه مسئله امنیت مربوط ولسوال نمیشه، به خاطر شرایطی که پیش آمد میکرده که مناطق سقوط نکنه، مساله ایجاب میکنه، به خاطر مساله و والیایی که با ما شفاهان دستور داده که مناطق امنیت مناطق خود در نظر داشته باشند، ما بالاتر از وظیفه خود کار کردیم و مناطق امنیت چه تامین بوده. خب خلقه های گوه ایجاد میشه، یک سنگر عقب میره، جلو میره، ایجاد مهم هم نیستن. ممکن است سنگری که دشمن تصرف کرده قریه سردگاه و به یک تدابیر سیتر به یک تر درستر ممکنه دوباره از وقت شوم. بسیار خوب، شما گفتین از نفوذتان استفاده میکردین دفعات قبل، این بار چقدر از نفوذتان استفاده کردن جهت نامنه ها؟ ما که وقتی که گیزا و سقوط نکرده بود به مقام ولایت آمدیم، به یک تعداد متنبذین منطقه گفتم که در سال جاری طالبا پلان دارن از منابع مختلف که ما معلومات داریم. اول موضوع گیزاب است که گیزاب باید سقوط بده، بعد به دنبالش موضوع ولسوالی پاتوست، بعد کجران است و رای پیشگیری از دورم داشتم و کردم که به این معنا که مقام رهبری ولایت ایکونی با مقام رهبری ولایت ورزگان همانگی ایجاد کنه. همین ساعتی که طالب بین دو ولسوالی است، پاتو مربوط دایکندی است و گیزاب مربوط ترازگار، همین بربنه و واغنی رو توانوک مربوط پاتو است، در جلیزه و و مناطق پایین تر از او ساعت نیکوزای و ملیزه مربوط گیزاب است، یک نقطه مشترک بین دو ولسوالی، بین دو ولایت اشغال کرده، اینا هماهنگی کنه، این منطقه از دوت پاکتاده میشه. متاسفانه البته همانگی نشده بود، همانگی نشده، قضایایی که متاسفانه نباید به وجود می آمد به وجود آمد. بسیار خوب، از هماهنگی گفتین شما، این هماهنگی رو باید کی ایجاد میکنه؟ شما من حیث ولسوالی پاتو چقدر هماهنگی ایجاد کردین؟ خود ما که بین مردم خود ما وظیفه داریم هماهنگی ایجاد کردیم که تا به هنوز مدت 3 سال میشه ولسوالی فعال شده، بین اقشار مختلف هماهنگی ایجاد کردیم و جلوی نفوذ طالبا را، تعرض طالبا را گرفتیم. ولی وقتی که مسئله گیزاب سقوط میکرد، دو ساعت ما رفتم در قبل از اینکه گیزاب سقوط بکنه، ما در جریان بودیم، در بیری رفتم که بیری یعنی حد وسط کل مناطق و خرجات ولسوالی پاتوست و طالبا که پیشروی میکردن و دشمن هم که موفق میشتن، رای برگشت و رای فرار و رای عقب نشینی دولت همی چی بودن، قریه بیری بودن. ما اونجا رفتم، موضوع را زیر نظر داشتم و یک تر دیگر هم بودن که از طریق ولایت ورزگان با ما تماس گرفته بود قبلا که شما اگر امکان داره یک تعداد اردوی با نام اردوی ملی را آماده کنید، افراد داوطلب که او در آزادی گیزاب سهم بگیره و ما وقتی که گیزاب آزاد شوه ما با شما همکاری میکنیم، یک تعداد از این نیروهای اردوی منطقی را برای پاتو اختصاص میدیم که امنیت پاتو گرفته شوه. ما این موضوع را به مقام ولایت و رئیس امنیت شریک کردیم، اینا موافقه کردن. ما دو ساعت رفتم برای جمع جور همین افراد داوطلب، یک 40-50 نفر ما آماده کردم که تحت پوشش اردوی منطقی قرار بگیره، مسلح شونه، از سقوط گیزاب جلوگیری شوه. متاسفانه گیزاب مقاومتی که باید انجام میدادن ولسوالی گیزاب مقاومت نتوانستن و نکردن. از تاریخ 13/3 که جنگ شروع شد علیه گیزاب، در مدت 3 شبانه‌روز و 4 شبانه‌روز گیزاب سقوط کردن. لذا وقت گیزاب سقوط کردن، مردمی بیری و مرتق سور که ما در اون نقطه متاسفانه اونجا ما یک پایی مخابره نداریم که امروز مرد در تماس باشیم، گاهی وقتی از تلفن های شخصی تماس به ولایت داشتم، تماس ما محفوظ بودن، به اداره ولسوالی تماس ما محفوظ بودن، این وارد جریان قرار. وقتی گیزاب سقوط کردن همین مردم سراسیمه شدن که یک تعداد خامخواه در بین مردم کم روحی است، دهشت ایجاد می شود، ناامنی ایجاد می شود. اینا می گفتن با طالبا باید راه بگیریم که منطقه را اشغال نکنه. ما مانع از این شدیم که مردم با طالب راه پیدا کنه، از تگودار با ما ارتباط داشت، این موضوع لورشه ارتباط داشت،
سردگاه ارتباطش مکتوب را نیو که ما مردم میگه که اگر ما نگیریم توان جنگ نداریم، دولت حکومت مرکزی یا حکومت محلی اونطوری که مردم انتظار داره و همکاری نمیشه، لذا جنگ به دوش مردم قرار میگیره، مردم توان مقابله را نداره. لذا شما چی نظر دارید؟ ما نظر ما است که ولسوالی پاتو مستقل است، این مربوط به گزاب نیست. اگر گزاب سقوط میکنه آسمان سقوط نمیکنه. ما مردم مستقل هستیم، مجاز جمعیت داریم، از مرز خود، از مناطق خود دفاع میکنیم. مردم سر پای خود استاد شدن، او بیرقایی که اقتدار میخواست بلند کردن، اونا اختلالگرا بودن، اونا ناکام شدن و تا هنوز که مردم سر پای خود استادن. صرف یک دو نقطه ای که طالبا اون نقطه را گرفته و مشکلات خاص خود داشتن. بسیار خوب رسول صاحب، گرچه یک سوال می پاسخ من گفتم که شما در قسمت ایجاد هماهنگی و بسیج مردمی در ولسوالی پاتو در شرایط جنگی فعلی چی کردین جواب ندادین؟ اگر میشه اگر باز گفتین داشته قسمت بگین، شما دلیل سقوط سرتاگاه بوده چی میبینین؟ خب بله، ما خوب گفتیم ما هماهنگی ایجاد کردیم و در جنگ سرتاگاه 20% نیروهای خیزش مردمی و مفرزه حضور داشتند و 80% مردم صاحب در جنگ علیه طالبا حضور داشتند و پشتوانه همین خیزش مردمی و مفرزه ملی، امنیت ملی که ایقو توسط امو رشادت و امو نفوذ و مدیریت ولسوال میشه، ولی جنگ به دوش مردم ملکی نیستن. اونا باید که ما اعتماد به ما اعتماد داشتن، ما اعتماد نظام میمایه کنن و متاسفانه در موردی که بربنه و در مسئله سرتگاب و بیری و لورشو ما برای پشنات کردیم که اونجا یک طوله اردو برای انتخار پیدا کنه، متاسفانه جواب دادنش. در حالی که در همیشه در سطح افغانستان خیزش مردمی اینا در کنار پلیس ها یا در کنار اردوی وظیفه انجام میکنه، او منطقه متاسفانه تنها کل مشکلات را خیزش مردمی و مفرزه امنیت ملی به دوش گرفتن بدون اینکه پلیس یا اردو حضور داشته باشه. این باید از این مردم تشکر شود که واقعا مناطق خودشان حفظ کردن با امکانات ضعیف، با امکانات کمی داشته و علت سقوط جانب مختلف داشتن. اینکه سرتگاه سقوط کردن یک از عواملش این بودن که از اونجا اصلا مردم هم درخواست کردن، من باید پلیسو درخواست کردم نیروی کمکی به کمک مردم بیاید، چی پلیس باشه یا اردو باشه، متاسفانه کمک نیامدن. همینطور مهمات کافی که برای مردم دفاع میکنه، مهمات کافی برای اونا رسانده شو از طریق مقامات مربوطه ارائه دهی کنی، متاسفانه هیچ گونه در ارسال مهمات توجه صورت نگرفت، جز امنیت ملی که یک مقدار مهماتی که در دسترس داشت همه را روان میکردن، او کافی نبودن. او فیصد 20-30 اگر مشکلات او سوار حل میکرد، 70% مشکلات مردم به نهایی نبود امکانات باقی بودن. لذا این مسائلات اسپادیس هم دادن او منطقه 48 تقریبا 48 ساعت مردم مقاومت کردن، تقریبا 48 ساعت مقاومت کردن. جنگ از تاریخ 26 شروع شدن تلا ختم 27، یعنی 48 ساعت مقاومت کردن. بعد از این توان با هم دو شب و روز که مقاومت کرد، اینا 8 نفر شهید و زخمی دادن، 4 نفر اینا ملکی بودن و 4 نفر اینا شهید بودن و 4 نفر اینا مجروح بودن. از این 8 نفر 1 نفر از مفرزه امنیت ملی بودن، متبقیش مرد ملکی بودن که شهید دادن و زخمی دادن. بالاتر از توان خود اینا کار کردن، اعلان مختلف داشتن که سی سرتگاه خود کردن. بسیار خوب، مقصر اصلی در قسمت سقوط سرتگاه حکومت هست یا ولسوال هست یا مردم؟ خوکم کاسوهای وجود داشته. قبلا ما اگرش با مردم هم ابراه کرده بودم، دو ماه قبل که جنگ شروع میشه و مردم هم گفته بودم حکومت نمیتوند به تمام خواستهای مردم جواب بده. شما یک دوربین شب هم ادا کنید برای که امروز دشمن مجهز هست، با سلاح لیزری، با دوربین شب، انواع مختلف سلاح سقیله و ایجاب میکنه شرایط ما که شما تحجیه ادا کنید. این گپ مردم قبول کردن ولی متاسفانه اجرا نکردن و اجرا نشدن و از طریق بیشتر بله ما میتوانیم غفلت یا تساهل حکومت های محلی یا مرکزی را
داخل بدانم که کم توجهی شده، واقعا کم توجهی شده، مردم در حد توان خود مقابله کرده و دشمن مبارزه کرده، شهید داده و دشمن سه چهار قلعه را گرفتن و کشته گرفتن از دشمن، دشمن را ضربه زدن و عوامل مختلفی دست به دست داده که اما نمیتره کلی عوامل پای یک بخش آدم قرار بیده، عوامل متعدد داخل بود. البته خوب شما یادآور شدم که اینو گفتین که هم حکومت گفتن هم اداره ولسوالی محلی گفتن هم مردم گفتین، شما گفتین قطعا همه ایشان به نحوی کم و کاستی داشتن، یعنی خودتان هم کم و کاستی داشتن؟ کم و کاستی ما ولسوالیم، شما بررسی کنید اگر ماموریت ما تامین امنیت ما ولسوال طرز عمل خاص خود گفتیم داره، او فقط سر چوکی شده باشه کارهای ملکی رو پیشم بره، وظیفه سنگری نداره. اگر به صورت به ما مراجعه میشه از لحاظ اصولی و قانونی شما قضاوت کنید و بیشتر به بخش امنیتی مربوط میشه، در ولایت هم باشه مربوط ولایت هم به بخش های امنیتی قماندانی و امنیت ملی. متاسفانه قماندانی یک گواد رو روان کردن نوروز اول درگیری، امور از باینگا برگشت دادن. امور کی برگشت دادن؟ یک سوال هست برای مردم و حتی خوشم ولسوال هستن، قطعا در جریان هستن، خیلی مردم هم حتی در مرکز ولایت ولسوالی پاتو، چرا می اوان برگشت داده شد؟ دلیلش چی بودن؟ می اوان که برگشت داده شده، خب ما دقیقا معلومات نداریم، شما از رهبری قماندانی معلومات کنین دقیقا که اونا چرا برگشت، تا مقدار را رفتن که برای کمک مردم امروز اول درگیری باید به کمک مردم برگ، اما بعد قلعه های دشمن جا بجا بود اونا را با استفاده از جوان بیرون کنند. اونا نرفتن، از نمرا برگشت خوردن، این مربوط به قماندان امنی دیکنده میشه، اگر اونا به سرپرستش باید حضور داره از اون بانه ماشه دخن کار اونا اونجا مربوط ما نمیشه. بسیار خوب، ولسوال صاحب یک از وظایف ولسوال ایجاد هماهنگی و همچنان بسیج سازی مردم بوده. شما با گذشت 10 روز جنگ مثلا چرا در ساحاتی مثل که تعداد خیلی بالا طرف قخور بودن، تمازان بودن، اینجا نیامدین و ایجاد هماهنگی نکردین؟ دلیلش چی بوده؟ ما قبلا در سوال قبلی گفتم که بریان حد وسط مناطق پاتو بود، اگر ما دو منطقه حضور پیدا نمیکردیم جنگ در گذاب شروع شده بود، اما منطقه با تصرف گذاب توسط دشمن ها طالبا ما برداشت داشتم، یک تعداد افراد اخلالگر یا عامل ستون پنجمی دشمن به حساب کنه متاسفانه وجود داشت که به نفع دشمن تبلیغات میکرد. بین هر جامعه یک افراد های عنصر های ناپاک پیدا میشه، اگر ما نمیرفت دوست ها طبعا اون منطقه بدون تانوز هم وجود نداشت، اونو خود به خود بعد از سقوط گذاب بیرق بران کرد به اون طرف میرفت. ما اون جلسه را گرفتیم در اون شرایط که گذاب در حال سقوط بود، متنفذ خواستم جمع کردیم، صحبت های خود مطرح کردیم برای دفاع از مربوطات ولسوالی پاتو، بیرون رفتم یک نیم ساعت بعد کسی آمدن گفتوهای اعتمادی بین نماینده ها کسانی هست میگه که بیرق بلند کنیم بریم به طالبات تسلیم شیم، اگر خودت نایی همین جلسه میگه پاسه ها را باید بیرون کنیم قبل از اینکه اردو سقوط بکنه در گذاب. لذا ما احساس کردیم ما منطقه محل البیت اطراف ما فی البیت، ما با خانم انتخابات بیشتر آشنایی داریم و 40 سال کارهای سیاسی اجتماعی و نظامی در دوران جهاد تاریز داشتیم و اعضای منطقه را درک میکردیم و درک هم داریم. لذا بودن ما دور منطقه جلوگیری کردن از سقوط تقبدار، از سقوط بیری، از سقوط سور، حتی لورشو یک تعداد تصمیم گرفته بودن که طالبان را دعوت بکنم که نامایشان فران برای ما موجوده که یک تعداد میگفتن گذاب خود کرده با مقامات نمیتانیم. ما به خاطر که 80% صحاب او طرف است، مرکز ولسوالی 20 کیلومتری ولایت است، این صحاب ولایت تامین امنیت میکنه، نظارت میکنه و جمعیت هم 20% مربوط مرکز ولسوالی میشه، 80% او صحاب است. ما این ترجیح دادیم که دورو صحاب بیشتر حضور پیدا کنیم، ما گشت گذار داشته باشیم، از نفیز داریم استفاده کنیم که مردم همینطور بیشتر تحت با سقوط کتاب تاثیر رفته خدای نخواسته، چون پلیس وجود نداشت و گفتم نه پلیس بود نه اردوی بودن. مردم طبعا وقتی یک منطقه یک تحولی با وجود میاد، تحولی منفی باشه، حمایه دولت پشتر خود حفظ نکنه، طبعا تحت تاثیر مرا. حالا مناطقی که ذکر کردین
فعلا وضعیت او ساحات چگونه هست؟ تدابیر گرفته شده با اینکه تحرکات گروه طالبان خیلی افزایش یافته، آیا نگرانی از سقوط این ساحات هم وجود داره؟ بله، نگرانی وجود داره، به خاطر که فعلا هم اونجا نه اردوی وجود داره نه پلیس وجود داره. لذا ما من طرح خود را به مقام ولایت دادیم دیروز که یک واجل تر ریخته شد و تر جامعه دادم و لازم نیست که تر نظامی است و مطرح شد. فعلا جناب ولی قول دادن که ما تر جامعه ما روزی کار میکنیم، رئیس امنیت هم میخواییم، شماره هم میخواییم، موضوع و سردگاه باید پاس بازگیری شد. قول والی دادن و منتظر ازیم که جناب والی این موضوع دنبال کنه، تعقیب کنه و شرایطی که یک مقدار نامنه جا شده او برداشته شد و مهاجرین برگرده. همیالا مگر واجل تصمیم گرفته شد زیاد مشکل وجود ندارم. بسیار خوب رسول صاحب، از شما گفتین در بعضی ها هستن ستون پنجمی ها هست، اینو کی ها هستن که در اونجا اخلال ایجاد میکنن؟ خب دیگه او خو یک تعداد مردم هست تا روی ضعیف دارم، یک تاولی به وجود میاد در بر تاول مقاومت نمیدانم، یک تعداد هستن خب به یک جاهای ارتباط داره که اونا یک اطمینان دروغ میده که اگر حتی گفته شده بود که اگر اعتمادی جنگ میکنه جنگ خود بکنه، شما نه در جنگ شرکت کنید نه مهاجر شوید، اگر طالبان منطقه را از خود میگیره میگیره ما برای شما اطمینان میدیم که به شما کسی مزاحمت نمیکنه. او کسایی بود البته که مخالف اداره محلی دایکنی است، شما باید را برداشت کنید چی کسانی بدن. شما نمیتونید بگین برای مردم کی هستن اگنا؟ خب لازم نیستن دیگه، شما ارتباطات زمان زمان ارتباطات به هر جا ارتباطات وجود دارن، در اطراف ولایت مخالفین مسلح وجود دارد که برای دولت و محل دولت حکومت محلی است، اما مردم میتونن داده که ما خب مستدل را میدانیم و اهل منطقه هستیم. متاسفانه یک تعداد مردم اونو تقدیر میکنه بخارش رو همین مردم بودن. بسیار خب ارسوار صاحب، یک سری اتهامات ها بود علیه شما در شبکات اجتماعی بعضی مردم بود. ارسوار صاحب، جناب آقای اعتمادی با آمدن جنگ ها به نحوی فرار کردن رفتن، این موضوع چگونه هست؟ بله، خود تبلیغات ها یک فیصد ده یا پنج همراه در هر نظام سیاسی وجود داشته، وجود داره، اعتمادی کسی که الحمدلله افتخار میکنه در مدت 40 سال در اینجا تا حالا با هیچ دشمن مردم، دشمن دولت همخوانی نداشته و همانگی نداشته، عملا ثابت کردم. بله، همیشه این گپ ها یک توطئه ها برچسب های ناچسب که این گپ ها واقعیت نداره، به خاطر از اینکه مردم ها اگر رقیب های ناسالمی هستن در منطقه، حتی کسان هستن از سای منطقه ما قبلا پیش جناب والی من معرفی کردم برای و اونا میگفتن در پاتا بشکل امنیتی وجود نداره، اعتمادی به خاطر تمدید سرپرستی خود منطقه را نامن نشان میده. با وجودی که در مدت 3 سالی که ولسوالی پاتا تاسیس شده امکاناتش کم بوده، امکانات نظامی و اینا نداشته، همه خیلیش مردمی به همه مردم 176 نفر شهید و زخمی داده در مدت 3 سال. وقتی همه شهید و زخمی میده معنیش اینه که وفادار به دولت از دولت حمایت میکنم. لذا او گپا در اصل همه همبارا در اصل جنگ های بوده، اعتمادی بوده، هیچ وقت کم کاسته انشاءالله نداشته. بازم هر چانه که آدم چی باشد دوان توان قدرت هم داشته برد در درگیری یک سنگ رقب رفتن و جلو رفتن زیاد سرنوشت ساز نیستن، یک مسئله طبیعی پیش آمد میکنه، باید کس کسی رو متهم نکنه که فلانی مقصر بوده یا چطور. بسیار خوب، آیا شما در مزید جنگ های اخیر در مسئله سرتقا در خط نخست نبرد بودین؟ اگر بودین چند روز بودین و چرا رفتین برگوری مثلا طرف کسر بنیش چی بودن؟ ما گفتم در بیرون به خاطر ایستی مناطق دردست تا تاثیر نرو جنگ شروع شدن در تاره 26 باید مقام ولایت هم به ما تماس گرفتن، بعدش بزن تاریخ 26 بعد از ظهر ما حرکت کردیم طرف تطلاق آمدیم، شب در سرتگاه کندیم،
شب بعدی که روز دوم جنگ بود متاسفانه امکانات رسانی نشد، نهایی آمد نه معمار رسید نه سخیله رسید، امکانات مردم ضعیف بود. ما حضور داشتیم و مردم هم تشویق کردیم تبلیغ کردیم و او جنگ از توان مردم بیرون بود، چون دشمن مجهز با گرفتن گذاب تمام سلاح مختلف نوی سخیره در اختیار طالبا بود، زیکویک، لشکه، آوان، توپ، دوربین، لیزر، لیزر مردمی که بیتنه 48 ساعت مقاومت کردن بعد از آن تشکر کرد در قبال دشمن مهاجمی که مسلح هم که اونجا متاسفانه نه پلیس وجود داشت نه اردو. ما خب حضور خود حفظ کردیم، حضور هم داشتیم. بعد اونها یک تعداد مردم طرف خورم بودن، یک تعداد هم طرف بیری رفتن متاسفانه به دنبال این مردمی که حرکت کردن مهاجر شدن مسلحین، مردم من کم در اثر وحشتی که جاست بودن اینا چی شدن، اینا هجرت کردن و ما عسکر خود گفتیم به دنبال اینا باشن تا آخرین کسانی که حاضر میشن مهاجر میشن، نه شاید با اینا گرفتار طالب شد. خودم دو تپه برام بدم که اون منطقه هم تقریبا احتمال جلوگیری طالب و اراگیری وجود داشت، اونجا بارا بدم نظامی که با ما بودن گفتیم منطقه را حفاظت تا شب، تا زمان آخرین کسانی که مردم از منطقه بیرون میشه یا وقت نشد گرفتار طالب شد. نظام و سامی که لازم بود در توان داشتم انجام دیم دیگه کتایی نبود انشالله. بسیار خوب ولسوال صاحب، حالا چی کنیم؟ حالا حکومت چی کنه؟ شما چی میکنین؟ خب ما تاریخ چند جانبه خود دادیم که اگر این بود تر عاجل اجرا شوه مشکلی به وجود نمیده، مشکلی به وجود نمیاد، منطقه سرداغا از پسیره میشه، منطقه امنیش برمیگرده و انشالله مشکلات که وجود داره و احساسات نامنی که موضوع نامنی که احساس میشه و برداشته میشه این مشکل انشالله حل میشه، تعلق داره به مقام ولایت شورای نظامی ولایت. البته خب ما تاریخ خود دادیم. یک موضوع دیگه که مردم خیلی سوال داشتن که اختلافات میان مردم با شما یک از عوامل سقوط سرتاگا بوده، این موضوع فکر نه متاسفانه دور بوده. درست یک 10% مخالف بوده اما ما اونا رو متهم کنیم نه، اما هم هیچ وقت مخالفت در این که بر علیه طالب باشه در اون منطقه ساعت پاتو وجود نداشت. یک سوال دیگه یه که مردم میپرسه با این که خیزش های مردم فکر کنم که پسرتان رهبری میکنه حدود 300 چند نفر که هست، اینا رو میگه در اختیار جناب آقای ولسوال صاحب هست و ساحات آسیب پذیر فرستاده نمیشه، دلیل ازی چه هست؟ اینا تبلیغات هست. خیزش مردمی 120 نفر هست، همین 120 نفر در خلال 3 سال اینا 100 با همکاری مردم و شهید که مردم داده 176 نفر شهید زخمی داده، شهید جایش رو پر کرده، ولی مفرده که وجود 284 نفر هست، 150 او تشکیل داره تکمیل نشده مربوط به امنیت. و خیزش هم بعد از این قبل از اینکه مثلا ولسوالی فعال شد، ولسوالی پاتو ما مسئولیت خیزش بازداشت داشتیم، حکومت مرکزی از کابل آمد دستور 95 گیزاو در حال سقوط بود، مثل سالی گذشت شرایطی گذشت ما را طلب کردن، ما یک فرد عادی یک متنفذ منطقه بودیم، ولسوال هم نبودیم، ما را خواستن. در اصل از او هیئت دکتر شاهجان بودن، نماینده وزیر داخله آقای الهام بودن، نماینده وزیر دفاع آقای دگرالیواز بودن، قربان علی ورزگانی بودن. گفتن آقای اعتمادی در ولسوالی گذاب سقوط میکنه سال 95، من خواهد در ولایت دیکنده شما چی همکاری میکنید؟ چرا همکاری نمیکنید؟ ما هم همکاری میکنیم مشروط به اینکه ما همکاری میکنیم، ما سال 94 هم با گذاب در حال سقوط بودن همونطور اشاری کمک کردیم گذاب از سقوط نجات پیدا کرد. سال 95 گذاب در حال سقوط بود، ما را خواستن، ما مشروط همکاری کردیم. شرط ما بود که ولسوالی پادو چرا فعال نمیشه، آقای کرده امضا کرده، بعد از او یک تعداد کمی مخالفت مون یک جماعت کلان بدون سرنوشت، اگر شما قول میدن که ولسوالی پاتو رو بنام پاتو فعال میکنید ما حاضرم هر گونه همکاری در چوکات دولت میکنیم. بعض اونا این را یک چند روز بحث داشتن که بحث مربوط به حکومت مرکزی میشد که ولسوالی پاتو فعال میشه نمیشه، بعض اونا از بالا موافقه شد. بعد خواسته دیگر هم داشتم که شهیدای میشه باید اینا راجستر شود، این جنگ اگر شروع میشه دو طرفه باشه که روابط استخباراتی مخابراتی باشه که جنگ وقتی ما سم میگیریم یک طرفه نشه، از جنگ شاسونی نشه.
از امی گپار و قبول کردن. ما وارد جنگ شدیم 360 نفر. او زمان کردش مردمی تشکیل شد از افرادای داوطلب از هر قوم منطقه. جنگ گذاب هم تقریبا 40 روز رفت. ما 21 نفر شهید زخمی دادم در اون زمان. گذاب را گرفتم تا سال 95 الی فالسازی ولسوالی پاتو 97 تا سال 95 97 دو سال امنیت گذاب داشتم با همی خیلیش مردمی. بعد از آمدن ولسوالی پاتو ما اصولا استفاده دادیم. ای بعد این تنقیش شدن از 360 نفر تنقیش داد به 120 نفر. بعد از او خب ما وقتی که ولسوالی باعث ولسوال معرفی شدیم از بالا ما استفاده دادیم قبل از مسئولیت ولسوالی بودست که ما مسئولیت مستقیمی خیلیش نداریم. به خاطر که دولت اصولنامه داره قانون داره ولی از بگوزی که داشتم طبعا در بخش کردیش بده مردم بده به نفع تارا استفاده خود کردیم. این گپا تبلیغات است که 300 کردیش مردمی 120 نفر است و معلوماتی که ما داریم مفرزه ملی هم 84 نفر 85 نفر فعالا یعنی می قدره تعداد است 80% سایی پاتر 17 در مدت 3 سال. هم 120 نفر اینا در کدام ساعت مستخر است؟ اینا بخش بیشتر اینا در همین مرکز ولسوالی خور چلخانه است و یک پسته در سرتگاه داشتن یک پسته هم اینا در کتر گوخای بیری داشتن منطور در اسپرمی ورست داشتن اینا در نوعی مختلف پراگنده. بسیار خوب، فعلا در جنگی که با گروه طالبان در ولسوالی پاتو جریان داره آمار دانیم که چی تعداد از گروه طالبان آمدن در ساحات جا به جا شدن و رهبری جنگ گروه طالبان کی با دوش دارن؟ او خوارقام از این خودم دقیقا نمیتونه و دشمن خود اختار کنترل ما نیست. گفتم اینجا 500 نفر از مناطق مختلف با این نیروهای قطعه سرخ طالبان برابری والی طالبان است به نام امین الله زبیر. ی آدم خونه طالب است یا سخسری دارد اما والیش با پشت سر اما افراد خود همونجا حضور دارد اکمال میکنه ترغیب میکنه تشویق میکنه رهبری رو والی طالبان بذاشت دارن ارقام افرادش متفاوته 500 گفته شده 400 گفته شده واقعا چرا من نمی بسیار خوب چی تعداد از خانواده ها از ولسوالی پاتو شما من حیث ولسوالی و ساحه آمار دارن چی تعداد بجاشتن و در کدام جاها هستن؟ بله از ولسوالی پاتو مهاجرین اول مردم سرتگاب هم یک بخش عمده اونا چی مردم نظام ملکی بوده با حمایت دولت مهاجر شده یا مردم ملکی بوده یا خیزش مردمی مفرزه بوده با تعداد در حدود 400 فامیل ما پیشبینی میکنیم میاد اما دقیق نادم تخمینی میگیم یک تعداد 500 فامیل بیشتر مردم بیری و سور از او ساعت طرف کساو سایه کتیس در او سایه چی شده مهاجر شده در حدود جمعان یک هزار فامیل داد در مجموع ما همجا تخمینه گفتن میتونیم مهاجر شده. تا اکنون جهت رستگی و ای افراد شما من حیث ولسوال چی کردین؟ بله تکرار کنید جهت رسیدگی به آواره شدگان بله. چی کار صورت گرفته است سوی اداره ولسوالی و همچنان اداره محلی؟ خب اداره ولسوالی کسی این گناه اختیار نداره که اونا به اونا رسیدگی شد من اونا کار ولسوالی کرده اگر ارقام داد از اداره ولسوالی ما معاون داریم به نام آقای فرامرز اونا پیشنهاد ارقام داده به ولایت که نقدر ما مهاجر داریم دیگه ما خود هیچ امکانات نداریم که برای مهاجرین سهولت ایجاد کنیم. این طرح اطمینان داده میتن تا کی زمینی برگشت برای مردم فراهم خواهد شد؟ خب کار مربوط شورای تصمیم گیری یا شورای نظامی ولایت است و ما صد درصد اطمینان داده نمیتونیم. ممکن از فردا شروع شود ممکن از دور از پنج روز بعد شروع شود او خب مربوط به مقام رهبری ولایت داره که اونا در رابطه باید جوابی داشته باشن ما پیش بینی نمیتونیم. آیا اداره محلی مصمم هست جهت پاکسازی قرارجات که فعلا بله بطلبان؟ بله بله همه آمانگی جشت و تاری که ما دادیم اشاره اجرا شد پس زودترین وقت همه منطقه سرطاق پاکسازی میشه.